4 جنگجوی گروه طالبان در کابل کشته شد. سلام، وقتتان بخیر. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی برز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. خبرگزاری کابل در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: 4 جنگجوی گروه طالبان در کابل کشته شد. منابع میگویند حوالی ساعت 12:40 دقیقه امروز تفنگداران ناشناس 4 حزب گروه طالبان را در شهرک امید سبز در غرب شهر کابل تیرباران کردند. در همین حال روزنامه 8 صبح در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: هشدار پاکستان به طالبان، از پناه دادن به تحریک طالبان پاکستانی دست بکشید. و دنبال ادامه تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان، اسلام آباد و طالبان هشدار داده است که از پناه دادن به طالبان پاکستانی دست بکشند. واشنگتن پست امروز یکشنبه 28 حمل گزارش داده است که این هشدار پس از بمباران هوایی روز جمعه در ولایت‌های خوست و کنر صورت گرفته است. با گزارش واشنگتن پست، پاکستان تا کنون از اظهار نظر در مورد اتهامات افغانستان خودداری کرده، اما در عوض طالبان افغانستان را متهم کرده است که هیچ کاری برای توقف حملات شب نظامیان مخالف پاکستان انجام نمی‌دهند. واشنگتن پست از بیانیه وزارت خارجه پاکستان نقل قول کرده است که به طور غیرعادی زبان آن تون بوده است. در بیانیه وزارت خارجه پاکستان آمده است: تروریست‌ها از خاک افغانستان بدون مجازات برای انجام فعالیت‌ها در داخل پاکستان استفاده می‌کنند. بیش از این، وزارت خارجه پاکستان کاردار سفارت طالبان در اسلام آباد را اظهار و اعتراض خود را نسبت به پناه دادن به طالبان پاکستانی اعلام کرده بود. این هشدار در حالی صورت می‌گیرد که در نتیجه بمباران هوایی پاکستان بر شرق افغانستان بیش از 30 تن کشته شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، پس از این حمله به پاکستان هشدار داد: صبر افغانها را در این زمینه آزمایش نکنید و این اشتباه را دوباره تکرار نکنید. در غیر این صورت عواقب بدی در پی خواهد داشت. پاکستان از حامیان جدی طالبان در افغانستان بوده و پس از فروپاشی نظم جمهوریت، تعامل این گروه با جهان را مدیریت کرده است. در همین حال، ادامه تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان. نیروهای طالبان و نظامیان مرزی پاکستان با هم درگیر شدند. مسئولان محلی در ولایت پکتیا تایید می‌کنند که میان نیروهای پاکستانی و طالبان در بخش‌های از خط دیورند در ولسوالی دندپتان درگیری صورت گرفته است. خالق یار احمد زی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای ولایت پکتیا با تایید این رویداد به 8 صبح می‌گوید: نیروهای طالبان در حال گشت بودند که نیروهای مرزی پاکستان بر آنان تیراندازی کردند. در همین حال گواهان رویداد می‌گویند که نیروهای پاکستانی حوالی ساعت 2 بامداد امروز یکشنبه بر نیروهای طالبان در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا حمله کردند. و گفته آنان در این درگیری هر دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. در مورد تلفات ناشی از این درگیری هنوز چیزی گفته نشده است. از تازه‌ترین درگیری‌ها میان طالبان و نظامیان پاکستانی در بخش‌های از خط دیرن در حال گزارش می‌شود که تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان پس از حمله هوایی جمعه شب نظامیان این کشور بر بخش‌های از ولایت‌های خوست و کنر بالا گرفته است. در همین حال، حملات هوایی نیروهای پاکستان و افغانستان، باشندگان ولایت خوست دست به تظاهرات زدند. حملات هوایی نظامیان پاکستانی بر بخش‌های از ولایت‌های خوست و کنر خشم باشندگان ولایت خوست را برانگیخته‌اند و صدها باشنده این ولایت به جاده‌ها ریخته‌اند. معترضان خشمگین که عکس‌های قربانیان را
حمل می کردن را به دست دارند با شعارهای مرگ به پاکستان را پیمایی نموده و پاکستان را با حملات هوایی بالای غیر نظامیان ظالم خطاب کردند. حملات هوایی نظامیان پاکستان بر دو ولایت شرق و جنوب شرقی افغانستان از جمله خوست و کنر سبب کشته و زخمی شدن ده ها غیر نظامی شده است. وزارت خارجه طالبان نیز امروز شنبه 27 حمل سفیر پاکستان در کابل را به مقر این وزارت اظهار و اعتراض شدید افغانستان را نسبت به این حملات به سفیر پاکستان سپرد. در همین حال ادامه درگیری های بغلان، طالبان شبکه های مخابراتی را در اندراب ها قطع کردند. منابع محلی در ولایت بغلان می گویند که درگیری میان نیروهای طالبان و جبهه مقاومت ملی در ولسوالی خوست ولسوالی های اندراب این ولایت دوباره آغاز شده است. منابع امروز جمعه 26 حمل به روزنامه 8 صبح می گویند که پس از یک روز وقفه دوباره درگیری‌ها در ولسوالی خوست و دره خاصان ولسوالی دی صلاح اندراب اثر گرفته شده است. با گفته این منبع طالبان دروز می شود که شبکه های مخابراتی در ولسوالی های اندراب و خوست این ولایت را قطع کرده اند. منبع می افزاید که طالبان با قطع شبکه های مخابراتی باشندگان این ولسوالی ها را با چالش های زیادی مواجه کرده اند. مسئولان محلی طالبان در پیوند با قطع شبکه های مخابراتی در اندراب ها ابراز نظری نکرده است. در همین حال مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان علی میثم نظری بر رادیو افغانستان انترنشنال میگوید جبهه مقاومت ملی فقط یک رهبر دارد، آن عامر صاحب احمد مسعود است و همه دستور و فرمان با مشوره از شورا و اعضای جبهه مقاومت ملی با تایید خود عامر صاحب احمد مسعود است. ما از هیچ کشوری و هیچ کسی دیگری مشوره نمیگیریم و نخواهید گرفت. ما هیچ نوع کمک تسلیحاتی از هیچ کشوری نمیخواهیم بجز از حمایت سیاسی. به همه مردم افغانستان معلوم است که ما دیپوهای پر از سلاح و ابزار جنگی از قدیم داریم. او همچنان افزود طالبان به زودی شکست خواهند خورد چون با مردم افغانستان سازگار نیستند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر خداوند یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.